به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و عیاد رجبیه، شاهد ازدحام زوار اهل بیت عصمت و طهارت در مرز زمینی مهران هستیم. در همین راستا فرماندار مهران اعلام کرد از شب گذشته تا کنون بیش از 11,000 نفر از مرز مهران تردد کردند. این در حالی است که پیش بینی می شود بیش از 20,000 نفر دیگر تا پایان امشب از مرز مهران برای حضور در عتبات عالیات به مناسبت سالروز میلاد حضرت امام علی علیه السلام تردد کنند. گفتنی است به طور میانگین روزانه 12,000 تا 15,000 نفر از مرز مهران تردد دارند. منابع محلی و رسانه از برگزاری سمیناری علمی همزمان با ایام ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در شهر نجف اشرف خبر دادند. در این سمینار که با حضور رهبران و پژوهشگران ادیان و مذاهب مختلف عراق برگزار شد، حاضرین بر عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان حاکم عادل تاکید کردند. رهبران و پژوهشگران ادیان و مذاهب مختلف عراق همچنین مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را نمونه یک انسان کامل معرفی کردند که عدالت را به صورت واقعی اجرا کرد و در طول عمر با برکت خود برای اجرای عدالت تلاش نموده. گروهی از مسئولان مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا در میت عبدالصاحب الکشوان مدیر این مؤسسه با احمد اسدی وزیر کار و شؤون اجتماعی عراق دیدار کردند. عبدالصاحب الکشوان به خبرگزاری اخبار شیعه گفت وزیر کشور عراق از تلاش برای تصویب قانون منشور حمایت از ایتام عراق خبر داده است. شایان ذکر است منشور حمایت از ایتام عراق یکی از مهمترین و بزرگترین طرحهایی است که از سوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از چند سال پیش پیگیری می شود و پیش از این گزارش از این منشور به دفتر محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق ارسال گردید و وی ضمن تاکید بر اهمیت این منشور آن را به اداره مربوطه محول نمود. اداره اوقاف شیعیان عراق ششمین نشست خود را به منظور بررسی برپایی روز جهانی قرآن کریم با حضور نمایندگان عتبات عالیات، مسجد جامع کوفه و علاقمندان به این موضوع برگزار کرد. صاحب السرای مسئول بخش فعالیت‌های قرآنی مرکز ملی علوم قرآنی وابسته به اوقاف شیعیان عراق اظهار داشت در نظر داریم تا روز 27 ماه رجب روز جهانی قرآن کریم باشد، زیرا روز بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و نیز روز نزول قرآن کریم می باشد. در پایان این نشست همچنین به نقش عتبات عالیات در بزرگداشت این روز و نیز اهمیت گسترش فعالیت‌های قرآنی تاکید شد. ارتش ایالات متحده روز سه‌شنبه تاکید کرد که در آخر هفته حملات هوایی را در سومالی انجام داده است که منجر به کشته شدن سه شبه نظامی گروهک سنی‌های تندروی الشباب وابسته به القاعده شد. فرمانده ی آمریکا در آفریقا اعلام کرد این حملات به درخواست دولت سومالی در منطقه دورافتاده در حدود 35 کیلومتری شمال شرق این کشور انجام شد. گفتنی است گروهک سنی های تندروی الشباب همچنین حملات افرادگرایانه قابل توجهی را در کشور همسایه کنیا انجام داده است و همچنین نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا که شامل نیروهای کنیایی نیز می شود را مورد هدف قرار داده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که حداقل 569 روهینگیایی هنگام تلاش برای فرار از میانمار به بنگلادش از مسیر دریا در سال 2023 جان خود را از دست داده یا مفقود شدند.
گفتنی است این میزان بالاترین میزان تلفات گزارش شده از سال 2014 تا کنون است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که این مرگ و میر یا ناپدید شدن در هنگام تلاش برای عبور از دریا توسط نزدیک 4500 روهینگیایی تا کنون صورت گرفته است. شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مراسم افتتاح مرکز و حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها را در نورنبرگ آلمان جشن گرفتند. ساخت این مرکز و حسینی از جمله مهمترین پروژه ها در راستای نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام و بزرگداشت شعائر مقدسه به شمار می رود. حاضرین در این مراسم بر اهمیت این مرکز اسلامی تاکید کرده و اعلام کردند که با توجه به افزایش روزافزون تعداد شیعیان در این شهر، افتتاح چنین مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. قرار است در این مرکز علاوه بر نماز جماعت روزانه، مراسم مختلف دینی در مناسبت‌های مختلف هم از شادی یا عزاداری به ویژه در ایام محرم الحرام برگزار کردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که سطح آلودگی در دریای مدیترانه به ابعاد نگران کننده‌ای رسیده است و به طور متوسط سالانه 229465 تن زباله پلاستیکی به این دریا ریخته می‌شود. این کارشناسان هشدار دادند که اگر روند فعلی افزایش تولید و مصرف پلاستیک ادامه یابد، آلودگی در دهه آینده می‌تواند 3 برابر شود. در همین راستا مصر سالانه 74000 تن پلاستیک تولید می‌کند که 55000 تن آن از رودخانه نیل وارد دریای مدیترانه می‌شود.